درود و صد درود به نام خدای رنگین کمان اورا هستم. امروز دوشنبه 22 ژانویه در خدمتتون هستیم با چشماندازی از هفته پیش رو. یک نگاهی خواهیم داشت به اقتصاد در هفته پیش رو. اجازه بدید من تقویم اقتصادی رو شیر کنم و همزمان که تقویم رو میبینیم در مورد اقتصاد در هفته پیش رو هم صحبت کنیم. خب اول من یه آپدیت کلی بدم دادایی که وجود داره. یه نگاه اولیه، حالا من یه بخش های اینطوری سری کنیم شاید راحت‌تر باشه، قابل فهمتر باشه. بخش به بخش نگاه کنیم. ابتدا تحولات ژئوپلیتیک. تحولات ژئوپلیتیک میدونیم که در به خصوص اونایی که در این منطقه خاورمیانه زندگی میکنیم، میدونیم که وضعیت در خاورمیانه داره تنش‌ها بیشتر میشه. جنگ در اسرائیل و غزه، جنگ بین اسرائیل و غزه ادامه داره و در این حال این جنگ داره به مناطق بیشتر کشیده میشه و اون جنگ نیابتی که بین ایران بود و نیروهای دیگر مثل اسرائیل و امریکا در منطقه داره کم کم تبدیل به جنگ رو در رو میشه. ایران، امریکا در روزهای اخیر، هم امریکا و هم اسرائیل در روزهای اخیر سرداران سپاه ایران رو در کشورهای مختلف از جمله در یمن طبق آخرین گزارشی که در حمله اخیر بوده، در سوریه و در عراق در واقع مورد حمله قرار دادن. از طرفی هم ایران هم به پایگاه امریکا حمله کرده. از نظر ژئوپلیتیکی این منطقه داره خود تنش‌ها رو بیشتر میکنه. حالا تاثیر اقتصادیش چیه؟ تاثیر اقتصادیش اینه که با توجه به فشارها و در واقع مشکلاتی که در به خصوص در یمن ایجاد داره میشه، در اون منطقه داره ایجاد میشه، هزینه کشتیرانی و انتقالات داره بیشتر میشه و این میتونه رو تورم اروپا تاثیر بذاره. از اون طرف حالا تورم نه فقط در اروپا ولی علل خصوص در اروپا، یعنی تاثیرش در اروپا بیشتر میشه. از اون طرف در جنگ بین روسیه و اوکراین همچنان ادامه داره و اون یه جورایی توی خبرهای تو بوبوی خبری جنگ های این طرف یه جورایی از بین رفته یا کمتر شده و این مسئله باعث میشه که ما در واقع، یعنی این بحث کمتر انگاشت کمتر مهم انگاشته شدن جنگ اوکراین، این هم البته اینا میگم در حالی که ما در ایالات متحده هم روز به روز داریم اخبار بیشتری در مورد احتمال ریاست برگشت آقای ترامپ به کاخ سفید رو میشنویم که خود همین به خاطر اینکه از حزب جمهوری خواه هستش، یعنی نگرانی بیشتر برای اوکراینی ها، چون حزب جمهوری خواه علاقه زیادی به اینکه کمک ها رو ادامه بده، کمک های نظامیش رو و کمک های مالی رو ادامه بده برای اوکراین، علاقه زیادی به این مسئله نشون نداده، تمایل زیادی نشون نداده. این میتونه نگرانی ها رو تو اون جنگ هم افزایش بده و اوکراین در واقع انتظار نداره که روسیه بدون گرفتن بخشی از خاک اوکراین حاضر بشه که به این جنگ خاتمه بده و احتمالاً اگر ریاست جمهوری با آقای ترامپ باشه، شاید آقای ترامپ با این مسئله موافقت کنه و اون موقع شاید نگرانی در اروپا یه مقدار بیشتر بشه. صحبت ها در مورد ناتو هم داره جدی تر میشه. اینا ما بدونیم که آقای ترامپ شدیداً تاکید داره روی اینکه اعضای ناتو باید حداقل 2% از تولید ناخالص داخل خودشون رو به کارهای امنیتی، مسائل امنیتی در واقع اختصاص بدن و اگر این اتفاق نیفته احتمال داره که قبلا تهدید کرده که از ناتو میاد بیرون و دیگه از ناتو حمایت نخواهد کرد. اگر این اتفاق بیفته یه مقدار اینها طبعا که عملا اتفاق نخواهد افتاد، ولی همین که این تنش‌ها رو داره بیشتر میکنه، یه جورایی نگرانی ها و تنش ها داره بیشتر میشه. در واقع صحبت ها نگرانی و تنش ها رو بیشتر میکنه. اما بریم به اقتصاد، این از نظر ژئوپلیتیک. اما بریم به اقتصاد ببینیم در اقتصاد چه خبره. من یکی یکی حوزه رو بحث کنم. اول در مورد ایالات متحده، امروز ما یه شاخصی رو از ایالات متحده خواهیم داشت به نام یو اس لیدینگ ایندکس. من هفته پیش رو کلا بررسی میکنم. امروز یو اس لیدینگ ایندکس شاخصیه که نشون میده که در واقع یک شاخصی ترکیبی از چند تا شاخص اقتصادی همراه همدیگر که اینها با هم دیگه نشون میدن که وضعیت عمومی اقتصاد به چه صورت، یعنی شاخص های اصلی اقتصاد. همونطور که میبینید این شاخص الان به مدت خیلی طولانی در محدوده زیر صفره، یعنی در محدوده منفی قرار داره و این نشون میده که اقتصاد در ایالات متحده به صورت کلی برای مدت زمان خیلی زیادی تحت فشاره. این اصلا عدد خوبی نیستش. امروز ساعت 6 قرار پیش بینی بشه منتشر بشه و پیش بینی بشه که از منفی 5 به منفی 3 برسه. خود همین یه پیشرفت جزئی رو نشون میده، اما شاخص در واقع لیدینگ ایندکس یا شاخص پیشرو اقتصاد یه شاخصی هستش که فعلا نگرانی ها در مورد اقتصاد رو در ایالات متحده بیشتر میکنه. این رو البته عرض کنم خدمتتون که ما مشکلی که مسئله که در ایالات متحده داریم این تناقض در داده هاست. حالا تناقض در داده ها یعنی چی؟ الان در ادامه در موردش صحبت میکنیم که تناقض در داده ها یعنی چی. دیگه ما روز سه شنبه از ایالات متحده خبر مهمی نداریم.
آره که خبر مهمی نداریم، حالا اون خبرهای هفتگی ثابتی که داریم یه بحث دیگه است. روز چهارشنبه ما روزش خیلی شلوغی خواهد بود برای ایالات متحده. ما مثل در واقع روز چهارشنبه یا پنجشنبه، روز پنجشنبه ما، روز چهارشنبه هم البته نه، روز چهارشنبه ما از ایالات متحده چیز رو داریم، شاخص مدران خرید رو داریم. در شاخص مدران خرید پیش بینی میشه که درخواست ها در واقع بخش تولید یه مقدار رشد بهتری داشته باشه نسبت به هفته قبل، نسبت به ماه قبل، و ما یه شاهد یک جزء رشد جزئی در ژانویه باشیم، یعنی از 47.9 به 48 افزایش پیدا بکنه. این در حالیه که بخش خدمات پیش بینی میشه که از 51.4 به 51 کاهش پیدا بکنه و یک ضعفی رو ما در بخش خدمات ببینیم. بخش خدمات در ماه دسامبر رشد بهتری داشت به خاطر تعطیلاتی که در واقع ما اون خریدهایی که برای تعطیلات انجام شد، خریدهای تعطیلات معمولا در ژانویه انجام شد و این کمک کرد به در واقع بخش خدمات که رشد کنن، یعنی فروش پکیج‌های توریستی هم اگر بود، مثلا هتل و اینا هم بود، فروشاشون و پولاشون در ماه دسامبر جابجا شده و نه در ماه ژانویه. اما روز پنجشنبه روز شلوغتری خواهد بود در ایالات متحده. خب اولش که مثلا همیشه ما درخواستای اولیه برای دریافت بیمه بیکاری رو داریم در روز پنجشنبه. این اینیتیال جابلس کلیمز که در هفته قبل میدونید هفته این یکی از اون در چیزایی که میگم در واقع تضاد اقتصادی که در ایالات متحده وجود داره. میگم ببینید درخواست اولی برای دریافت بیمه بیکاری رو ببینید هفته قبل به 187 هزار تا کاهش پیدا کرد، یعنی برای اولین بار از سال از ماه مارس 2023، یعنی از ماه مارس 2023 برای اولین بار به زیر 200 هزار تا کاهش پیدا کرده. میبینید که خیلی باید بریم عقب تا برسیم به اون آخرین باری که آپریل این مارچ آخرین باری که زیر 200 هزار تا مشاهده شد ماه مارچ 2023 بود و هفته قبل دوباره کاهش پیدا کرد به 187 هزار تا درخواست برای دریافت بیمه بیکاری. این نشون دهنده وضع خوب بازار کار ایالات متحده است. این ماه پیش بینی میشه، این هفته پیش بینی میشه که به 200 هزار تا در واقع برسه، به 200 هزار تا که خود همین هم اگر اتفاق بیفته یعنی که وضعیت خوب در بازار چیز، وضعیت خوب در بازار خورده فرود میگم در بازار کار، که این همون تضادی که عرض کردم خدمتتون، یعنی ما تضادی سری داده ها داریم که ضعف رو داره نشون میده، از اون طرف یه سری داده ها داریم که رشد رو داره نشون میده و همین کار بانک مرکزی رو در ایالات متحده سخت‌تر میکنه. شما الان ببینید مثلا حالا یه شاخص دیگه مثلا سفارشات کالای با دوام، سفارشات کالای با دوام پیش بینی میشه که در ماه دسامبر 1% رشد کنه، یعنی خیلی کمتر از 5.4% رشدی که ما در ماه نوامبر داشتیم که بیشتر به دلیل سفارشات هواپیمایی بود. ولی خب سفارشات کالای با دوام هسته او اصلی عمومی در چیز هسته 2% قرار رشد بکنه، یعنی حتی همین ها هم بدون در نظر گرفتن صنعت هوایی هم قرار 2% رشد کنه. یعنی اینها نشون میده که اقتصاد در ایالات متحده همچنان اون تضادهای خودش رو داره و اون نگرانی و تضادهایی که اینجا ما داریم رو میتونیم قابل مشاهده هستش. یه چیزی داده دیگه که روز پنجشنبه قرار منتشر بشه جی دی پی، تولید ناخالص داخلی برای سه ماهه چهارم سال گذشته، پیش بینی میشه که نشون بده که رشد تنها 2% داشته، خیلی کمتر از اون پیش بینی های 4.9% اولیه و احتمالاً به صورت در واقع کوارتر به کوارتر در واقع در فقط در فصل چهارم 2.2% رشد کنه، ولی وقتی ما نگاه سالانه بخوایم داشته باشیم به این مسئله می‌بینیم که اولش سال برای سال 2020 در واقع در سه ماهه چهارم در نگاه سالانه می‌بینیم که اولش 2.2% سالانه میتونه رشد کنه، که اینم اقتصاد در واقع جی دی پی که در واقع قرار روز پنجشنبه منتشر بشه یه مقداری کمتر از اون چشم‌اندازها و اون انتظارات اولی است. یه داده دیگه که روز پنجشنبه و قرار منتشر بشه و مهم هم هست شاخص خونه های نوسازه. ببینید در مورد فروش خونه های نوساز قرار است 590 هزار تا در ماه دسامبر به 640 هزار تا افزایش پیدا بکنه. یه گپی رو ما داشتیم، یک در واقع اختلاف و فاصله شدیدی ما داشتیم بین فروش خونه های نوساز و موجود در سال 2023. در یه سری از ماها که فروش خونه های موجود داشت میومد پایین، فروش خونه های نوساز داشت افزایش پیدا میکرد. یکی از دلایلش چی بود؟ یکی از دلایلش این بود که خونه های موجود خیلی ها این خونه ها رو با وام های زیر 5%، 4% و 5% خریده بودن و وام مسکن که رفته بود بالا، اینا اگه میخواستن بفروشن خب دیگه نمیتونستن خونه جدید بخرن، یعنی اگه میخواستن خونه جدید بخرن باید میرفتن با وام 8% و 9% و 7% و 8%
می خریدن که خود همین مانع میشد از اینکه در واقع کسایی که خونه دارن علاقه ای داشته باشن نسبت به اینکه خونه هاشون رو بخوام بفروشن. خب همین مسئله در واقع باعث شده که یک فاصله بین اون فروش خونه های نوساز و فروش خونه های موجود ایجاد بشه در سال 2023. این مسئله داره ادامه پیدا میکنه، ولی خب حالا از طرفی فروش خونه های چون مسئله که داشت چی بود؟ مسئله که داشت این بود که چون فروش خونه های موجود کاهش پیدا کرده بود، در ارائه یعنی عرضه در بازار کمتر بود و این تقاضا میرفت به سمت فروش خونه های نوساز و اون فروشش بیشتر میشد و همینطور قیمتاش هم باعث شده بود که افزایش پیدا بکنه. فروش در ماه دسامبر پیش بینی میشه که افزایش پیدا بکنه و با توجه به اینکه در ماه دسامبر سود اوراق قرضه اومد پایینتر، سود وام های بانکی با پشتوانه مسکن هم در واقع وام های مسکن هم اومده بود پایینتر، مورگیج ریت اومده بود پایینتر، این میتونه در واقع باعث بشه که در ماه دسامبر رشد خوبتری داشته باشیم. احتمالاً این رشد نسبی در ماه ژانویه هم ادامه پیدا بکند. اما در روز جمعه ما داده خیلی مهمی رو داریم به نام شاخص میانگین درآمد و هزینه های شخصی. این میزان تورم مصارف شخصی هم تورم مورد هدف بانک مرکزی برای اعمال سیاست های پولی و مالی خودش، یعنی این تورم Core PC Price Index، این تورم هدف بانک مرکزیه که این پیش بینی میشه که از 3.2% به 3% کاهش پیدا بکنه. اما به صورت ماهانه نکته ای که وجود داره اینه که به صورت ماهانه هم در ماه هم تورم اساسی و هم تورم در واقع هم تورم هسته و هم تورم عمومی مصارف شخصی احتمالاً در ماه دسامبر رشد 2.2% داشته باشن. این چرا مهمه؟ به خاطر اینکه در ماه نوامبر کاهش داشت، در ماه نوامبر حتی تورم عمومی مصارف شخصی منفی بود، تورم هسته 1.5% رشد داشت و حالا قرار اینا 2.5% رشد داشته باشن و این نشون میده که تورم دوباره میتونه برگرده و همینه که باعث میشه که در واقع تورم مصارف شخصی شاخص سرفصلش در 2.6% ثابت بمونه، حتی به نظر من میتونه تا 2.7% هم افزایش پیدا بکند. این داده خیلی خیلی مهمه و این در حالیه که ما میتونیم بگیم اینم در نظر داشته باشیم که میانگین مصارف شخصی داره بیشتر میشه و درآمدها هم داره بیشتر میشه. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که در واقع این مصارف شخصی با اینکه داره بیشتر میشه، هم درآمد هم مصارف شخصی داره بیشتر میشه، ما باید این در نظر بگیریم که همزمان وام هایی که برای خودرو داره گرفته میشه و استفاده از کارت های اعتباری هم داره بیشتر میشه. یعنی خیلی از این مصارفی که داره انجام میشه در بازار به دلیل استفاده از کارت های اعتباریه که البته کارت های اعتباری یه بخشش میتونیم بگیم وام هایی که گرفته شدن، اما یه بخش دیگه هم میتونیم بگیم چی هستن؟ درآمد افراد است که درآمد یعنی وقتی بازار کار وضعیتش خوبه، میبینیم که درخواست اولی برای دریافت بیمه بیکاری در هفته گذشته 187,000 تا بود، بازار کار وضعیتش خوبه، میانگین درآمدی داره افزایش پیدا میکنه و این افزایش میانگین درآمدی هم باعث میشه که چی بشه؟ یعنی مردم کار دارن، کار میکنن، پول در میارن، باعث میشه که مصارف هم قوی باشه. یعنی یکی از دلایلی که مصارف در ماه در واقع مصارف همچنان میزان مصارف شخصی و خرده فروشی تا در ایالات متحده قوی همین بس خوب بودن وضعیت بازار کاره و تا زمانی که وضعیت بازار کار یه بیگ تعادلی نرسه بانک مرکزی احتمالاً سیاست های انبساطی رو پیش نخواهد گرفت. به صورت کلی داده ها اینه، یعنی من یه چیزم بگم، گزارش درآمدی رو بگم، بعد به صورت کلی به ایالات متحده بررسی کنیم. در مورد گزارش درآمدی امروز که دوشنبه است گزارش درآمدی مهمی نداریم، اما روز سه شنبه فردا تو این لود بشه روز سه شنبه فردا گزارش درآمدی مهمی داریم. روز سه شنبه جیسون اند جیسون داریم، نتفلیکس داریم، ویریزون داریم، اینا گزارش های درآمدی مهم. 3M داریم که روز سه شنبه منتشر میشه. روز چهارشنبه تسلا منتشر میشه، آی بی ام، اینتل، ای تی ان تی، اینها گزارش های ای تی ان تی گزارش های مهم، یونایتد ایرلاینز هم هستش، حتی اینا United Airlines، American Airlines هم قرار بود روز چهارشنبه پنجشنبه منتشر بشه. اینا هستش. روز پنجشنبه و جمعه هم همینطور درآمدهای مهمی داریم. این روز پنجشنبه، این بین روز پنجشنبه من زیاد رفتم پایینه. اوپس، روز پنجشنبه نکسترا انرژی داریم که خیلی خیلی مهمه. چرا من یه خورده این تقویم من هلو خب یه خورده تقویم ما به هم ریخت، چرا اینطوری شد؟ بلاس
تصویر کوچیک کنم قابل مشاهده تر بشه برای خودم. روز جمعه ما کاترپیلار رو داریم، امریکن اکسپرس رو داریم، اما روز پنجشنبه، روز پنجشنبه نکسترا انرژی رو داریم، بریم بالا. روز پنجشنبه ویزا کارت رو داریم، نکسترا انرژی رو داریم، تی موبایل رو داریم، اینتل رو داریم، لویس ویلتون رو داریم. اینا گزارش‌های درآمدی مهم روز پنجشنبه هستن. به صورت کلی روز پنجشنبه هم گزارش‌های درآمدی مهمی داریم. گزارش با توجه به انتظاراتی که از گزارش‌های درآمدی داریم که احتمالاً تعداد زیادی از اینها مثبت بشن، و با توجه به خصوص شرکت‌های بزرگ، با توجه به در واقع داده‌های اقتصادی که ما داشتیم، این داده‌ها دارن نشون میدن که وضع اقتصاد همچنان در ایالات متحده تحمل سیاست های انقباضی بیشتر رو داره. یعنی ما دادایی که داریم دادایی که نشون میده که اقتصاد در ایالات متحده همچنان وضعش بد نیست و تحمل سیاست انقباضی بیشتر رو داره. این تحمل قابلیت تحمل سیاست انقباضی بیشتر معنیش چی هستش؟ معنیش این هستش که ما میتونیم بانک مرکزی رو برای مدت طولانی تری انتظار ازش داشته باشیم که نرخ بهره رو در همین سطوحی که هست حفظ کنه، یعنی سیاست انقباضی. یعنی دلار میتونه همچنان در هفته پیش رو وضعیت خودش رو حفظ کنه و بازارهای سهام میتونن در واقع چیز بشن، بازارهای سهام میتونن فشار حفظ کنه. یه کوچولو هم اگر ما بخوایم به کجا رفت، یه کوچولو هم اگه بخوایم ما به چیز نگاه کنیم، چارت نگاه کنیم، میبینیم که انتظار بیجایی نیست. یعنی ما اگه بخوایم به چارتا نگاه کنیم، میبینیم که این انتظار که ما انتظار داشته باشیم که دلار در هفته پیشرو همچنان بالاتر از سطح 102، یعنی بالاتر از سطح 102 سطح قوی هستش، بالاتر از سطح 102 بمونه در هفته پیشرو، انتظار بی جایی نیستش. و این احتمالاً باعث میشه که بازارهای سهام با توجه به انتظاراتی که داریم، بازارهای سهام بعد از در واقع رشدی که در انتهای هفته گذشته داشتن، بیشتر به دلیل سیاست چیز بیشتر به دلیل سخنرانی که بود و داده‌های خوب گزارش درآمدی بخش تکنولوژی، این هفته احتمالاً ما هفته خواهیم بود که ما در بانک و در چیز در بازار سهام احتمالاً یک کاهشی داشته باشیم. یعنی بالاترین سقف بشن، در بالاترین سقف تاریخ خودش قرار داره، سقف 500. برای سال 2024 من خودم پیش بینی کردم که ماکسیمم 5200 5300 میبینیم، ولی اون ماکسیمم چیزی که برای سال پیش رو انتظار میره. ولی برای این هفته من انتظار دارم که با توجه به گزارش ها چشم اندازه‌ای که داریم، بازار سهام تحت فشار باشه. اما در آسیا، آها من اینو میگم، در اون چیز ما به غیر از این در چیز ما به غیر از این در کانادا هم این هفته، در حالا امریکای شمالی اگر بخوایم بگیم، کانادا روز چهارشنبه بانک مرکزی کانادا جلسه سیاست گذاری پولی و مالی داره. بانک مرکزی کانادا احتمالا نرخ بهره در همون 5% حفظ کنه، تغییری در سیاست های پولی بانک مرکزی در کانادا اعمال نخواهد شد به احتمال بسیار زیاد، به دلیل اینکه به صورت عمومی تورم در اکثر کشورها در حال افزایشه و این میتونه تورم کانادا رو هم تحت تاثیر قرار بده. و احتمال بسیار زیاد داده هایی که ما داریم از کانادا اینو میگه که ما باید صبر کنیم، احتمالا این جلسه هم صبر خواهد کرد، ولی بانک مرکزی کانادا از جلسه هفته جلسه ماه آیندهش احتمالا شروع به کاهش نرخ بهره میکنه. اما در آسیا، بانک مرکزی چین امروز جلسه داشته. بانک مرکزی چین سیاست های پولی و مالی خودش رو تغییری نداد، نه نرخ بهره رو نه سیاست های پولی و مالی رو. این باعث شد که حالا در اد... اوپس. این باعث میشه که اینطور بگم، این باعث میشه که حالا من USDCNH رو باز کنم. در ادامه این هفته ما از چین انتظار سیاست های چیز رو بیشتر نداریم. ما این هفته از چین انتظار گزارش درآمدی بیشتر از این رو میگم، گزارش های اقتصادی یا داده اقتصادی بیشتر از این رو نداریم. این مهمترین اتفاقی بود که ما در چین داشتیم. داده اقتصادی هفته گذشته زیاد از چین منتشر شد، نشون داد که هم تورم در وضعیت منفی قرار داره همچنان، و همین که نشون داد که اقتصاد چین با توجه به سه ماهه چهارم اقتصاد ضعیفی داشته. نرخ بیکاری هم هفته قبل منتشر شد، این نرخ بیکاری نشون داد که نرخ بیکاری عمومی 5.2% 5.3%، اما نرخ بیکاری در بین جوانان داره افزایش پیدا میکنه. احتمالا این باعث بشه که یوان چین یه وضع ضعیفتری رو داشته باشه و ما این هفته شاهد ضعف بیشتر یوان چین باشیم، بالاتر از 7.20 احتمالا باقی بمونه، یعنی سطح کلیدی هولوش 7.18 19 بالاتر از این احتمالا باقی بمونه
یوان تحت فشار خواهد بود. بازارهای سهام چین هم البته اگر ما گزارش های داشته باشیم نسبت در روزهای آینده گزارش های داشته باشیم که اگر بانک مرکزی بره اون نسبت ذخایر ارزی به وام های صادره رو اگر اون رو کاهش بده، دوباره که احتمالش هست اگر اون رو کاهش بده بازار سهام چین رشد میکنه. در غیر این صورت بازار سهام چین هم در طی هفته آینده احتمالاً تحت فشار باقی خواهند ماند. اما در ژاپن هم این هفته ما در ژاپن هم این هفته چیز رو داریم. ما در ژاپن هم این هفته جلسه بانک مرکزی رو داریم، بانک مرکزی ژاپن رو داریم. نیکی 225 بالاترین سطح 34 ساله گذشته خودش حفظ کرد. دلایل اصلی این مسئله این بود که ما در هفته گذشته در طی 2 هفته گذشته بعد از این به خصوص زلزله‌ای که اومد و سونامی نصف نیمه‌ای که ما داشتیم در ژاپن، انتظارات از بانک مرکزی برای اینکه بره به سمت سیاست‌های انبساط سختگیرانه از بین رفت در کوتاه مدت. احتمالاً در جلسه‌ای که فردا خواهد داشت در بانک مرکزی ما تصمیم انقباضی نخواهیم دید و سیاست‌های بانک مرکزی نه فقط نرخ بهره، کلیه سیاست‌های حمایتی بانک مرکزی در ژاپن احتمالاً در محل خودش باقی خواهد ماند. این چشم اندازها و این انتظاراتی که ما از این بانک مرکزی داشتیم در روزهای گذشته باعث شد که نیکی 225 رشد کنه و این رشدش احتمالاً به صورت نرم همچنان ادامه پیدا میکنه، مگر اینکه فردا در صورت جلسه اشاره مستقیمی به کاهش نرخ بهره در ماه آپریل بکنن، وگرنه روند عمومی احتمالا باقی خواهد موند. این باعث میشه که USDJPY در همین سطوح بالا باقی بمونه، شاید این مقدار اصلاح داشته باشه ولی اگر این باشه احتمال 148 149 در دوره در همین محدوده ها باقی بماند و USDJPY فروش در واقع ین ژاپن تقویت نشه. در آسیا اینها رو داریم، در آسیا خبر زیادی نداریم. اما در اروپا این هفته جلسه بانک مرکزی اروپا رو داریم که بسیار بسیار هم مهم خواهد بود. بانک مرکزی اروپا، البته اینم بگم شاخص مدیران خریدم داریم که روز چهارشنبه منتشر میشه، مثل ایالات متحده پیش بینی میشه که از 44.8 بخش تولید به 44.4 به 44.8 افزایش پیدا بکنه، بخش تولید یه مقدار تقویت بشه. بخش خدمات هم احتمالاً در اروپا احتمالاً بخش خدمات یه مقدار تقویت میشه، اما هر دو اینها زیر سطح 50 رشد باقی خواهند موند. در بریتانیا هم همینطور، در بریتانیا هم احتمالاً بخش تولید احتمالا یک رشد بسیار جزئی خواهد داشت. بخش خدمات هم همینطور، این رشد جزئی 0.1% در بریتانیا هم قابل مشاهده استش که این زیاد نباید روی داده ها و روی تقویم روی چارت ها تاثیر بذاره. اما جلسه مهم هفته پیش رو جلسه در اروپا جلسه بانک مرکزی استش که روز پنجشنبه قرار برگزار بشه و پیش بینی میشه که نرخ بهره در همون 4% پایه، نرخ در واقع نرخ بهره سپرده و نرخ بهره پایه نرخ بهره وام ها در 4.75 احتمالا باقی بماند، تغییری در اینها ایجاد نشه. خانم لاگارد پیش بینی میکنه که یه مقدار شاید در ما در اواخر بهار و با شروع تابستون بریم به سمت سیاست های انبساطی. اینو در سخنرانی خودش در جلسه نشست اقتصادی لاوس در هفته گذشته گفت. اما اعضای دیگر بانک مرکزی اروپا که سخنرانی داشتن تاکید کردن که ما برای رفتن به سمت سیاست های انبساطی زمان بیشتری نیاز داریم. اینها باعث میشه که در واقع ما انتظار نداشته باشیم که بانک مرکزی اروپا هم در جلسه که روز پنجشنبه داره تغییری در سیاست های خودش اعمال کند و احتمالا اینها باقی بماند، در واقع تغییرات باقی بماند برای جلسات آینده. به همین دلیل چیزی که بسیار مهمه صورت جلسه که منتشر میکنه و صحبتهایی که خانم لاگارد داره. این جلسه با این شرایطی که پیش میشه احتمالا باعث بشه که یورو در برابر ارزهای مقابل خودش شاید تا حدی تقویت بشه. یعنی اگه ما چارت یورو یو اس دی رو نگاه کنیم بعد از این جلسه احتمالا یورو شروع بکنه به یک تقویت نسبی و احتمالا یورو یه سر یه مقدار یک رشد خیلی در واقع نسبی احتمالا ما از یورو ببینیم در واقع در هفته پیش رو. یعنی فکر میکنم در هفته پیش رو احتمالا یورو یه مقدار تقویت بشه. همین الان این حساب دمو از البته ما یک اوپ من سیل زدم، یه حساب بای هم اینجا باز کنیم، پوزیشن بای همینجا باز کنیم، سل یورو یو اس دی سل رو ببندیم.
خب یه حساب باید همینجا باز کنیم. برای یورو یو سی اس ام پی 500 من یه پوزیشن سل گذاشتم، یه حساب دمو البته، یه پوزیشن سل گذاشتم که انتظار کاهش داشته باشیم. برای یورو یو اس ام انتظار باید من برای یورو یو اس انتظار دارم که این هفته پوزیشن روند صعودی باشه. امیدوارم که به دردتون خورده باشه، براتون مثبت و مفید بوده باشه این چشم انداز عمومیه که ما از در واقع اقتصاد در هفته پیش رو، بازارهای مالی در هفته پیش رو داریم. بازم اگه در ادامه سوالی براتون پیش اومد، موردی بود، میتونید زیر همین ویدیو بنویسید، من سعی میکنم در اولین فرصت برگردم و به سوالات شما پاسخ بدم. ببخشید، تا فردا که دوباره فرصت بشه بتونید در خدمتتون باشیم. خدایا رو نگهدارتون.